استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا. آمریکا و اروپا در مورد ممانعت از صدور تروریسم رژیم ایران به خاورمیانه توافق دارند. دویچه وله آلمان. همکاری آدیداس با رژیم ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا احتمالاً خاتمه می‌یابد. خالد بن سلمان، سفیر عربستان سعودی در آمریکا. رفتار مرگبار رژیم ایران به کشورهای غربی گسترش می‌یابد. آلمان یک دیپلمات رژیم ایران را متهم به شرکت در توطئه بمب‌گذاری علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه کرده است. بعد از لغو برجام توسط آمریکا و قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها علیه رژیم ایران، اقتصاد این رژیم شروع به فروپاشی کرده. گزارشی از اسکای نیوز. الاقتصاد ایرانی فی محب الريح وبات شيئا. ناظران میگویند اقتصاد ایران متزلزل است و به تدریج دارد از منظومه اقتصاد جهانی خارج می‌شود. نزدیک شدن اولین مرحله از تحریم‌های جدید آمریکا، فروپاشی بخش‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. تحریم علیه فعالیت‌های تجاری، فلزات گرانبها و طلا و خودروسازی با آغاز ماه اوت اجرایی می‌شود. مرحله دوم تحریم‌ها در ماه نوامبر دامنه گسترده‌تری دارد. در این مرحله بخش‌های کشتیرانی و بنادر و هر گونه تبادل مالی میان شرکت‌های خارجی، بخش انرژی و بانک مرکزی رژیم ایران هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند. در عمل تنها طی دو ماه گذشته صادرات نفت ایران 8% کاهش داشته است. آمریکا به همپیمانانش فشار می‌آورد تا خرید نفت از ایران را تا ماه نوامبر آینده به نزدیک صفر برسانند. علاوه بر این از ماه ژانویه گذشته ریال ایران بیش از نیمی از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. کارشناسان مؤسسه پژوهشی اقتصاد جهانی BMI می‌گویند در سال 2019 اقتصاد ایران شاهد 4% افت خواهد بود. مشکلات زیاد دیگری نیز برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که در نتیجه ازدیاد میزان بیکاری و فقر و تورم بخشی از آنها خواهد بود. مردم ایران در شهرهای مختلف در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی تظاهرات کردند. مارشال بیلینگسلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم که در رأس هیئتی برای گفتگو و متقاعد کردن ترکیه به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران به آنکارا سفر کرده بود، گفت که تحریم‌های جدید قاطع و فراگیر خواهند بود. اسکای نیوز. منابع ترکیه گفتند هیئت آمریکایی که مسئول مبارزه با حامیان مالی تروریسم است، مقام‌های ترک را در جریان طرح‌های قرار داد که آمریکا می‌خواهد علیه رژیم ایران به مرحله اجرا درآورد. گزارشگر اسکای نیوز از آنکارا گفت در صورتی که ترکیه بخواهد به خواسته های آمریکا پاسخ ندهد، تحریم های آمریکا علیه ترکیه نیز اعمال می شود. این واضح است که ترکیه طی سالیان مجازات های آمریکا علیه ایران را اجرا نکرده و با این تحریم ها مخالفت کرده و منافع خود را دنبال کرده است. معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط قضاییه آمریکا به خاطر 5 اتهام محکوم شده است. یکی از بزرگترین و اولین اتهامات او نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران بوده است. بعضی از ناظران و خبرنگاران ترک عقیده دارند که هیئت آمریکایی به ترکیه آمده تا هشدار دهد در صورتی که ترکیه تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران را عملی نکند، آمریکا همان مجازات‌ها را علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رسمی ترکیه گفت مذاکرات با هیئت آمریکایی مهم است و ترکیه نیز به این تحریم‌ها اهمیت می‌دهد. وی در عین حال گفت روابط اقتصادی و تجاری ما با ایران مهم است
و ترکیه می‌خواهد که این روابط را حفظ کند. شاید این بدین معنی باشد که ترکیه می‌خواهد مانور کند، ولی تمامی این امور گذشته و طی روزهای آینده خواهیم دید که اجرای تحریم‌ها علیه رژیم ایران به چه میزان برای ترکیه جدی است. آیا آمریکا به ترکیه فشار خواهد آورد؟ هیئت آمریکایی پیام را به ترکیه داده، ولی آیا آنکارا به این پیام پاسخ خواهد داد یا نه؟ تمامی اینها را با اجرایی شدن تحریم‌ها علیه رژیم ایران خواهیم دید. دن کوتس، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در یک اجلاس امنیتی در واشنگتن گفت که رژیم ایران بازیگر بدی در عرصه بین‌المللیه. مدیر اطلاعات ملی آمریکا دن کوتس در پاسخ به این سوال که آیا خروج آمریکا از توافق برجام با رژیم ایران و بازگشت تحریم‌ها باعث جری شدن و رفتار تهاجمی این کشور شده است گفت: خروج از برجام تأثیر عمده‌ای بر رویکرد رژیم ایران نداشته است. ما همچنان شاهد تلاش‌های مخرب رژیم ایران هستیم. مدیر اطلاعات ملی آمریکا اضافه کرد: پیشتر به ما گفته می‌شد با برجام رفتار رژیم ایران تغییر خواهد کرد و ما روابط بهتری با این رژیم خواهیم داشت و می‌توانیم در خصوص مسائل مختلف با آنها گفتگو کنیم. اما بعد از برجام نه تنها چنین چیزی روی نداد، بلکه شاهد بودیم که رژیم ایران اقدامات خود را تشدید کرد، به خصوص در زمینه حمایت از گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های مخرب در منطقه، برنامه موشکی، مداخله در دمشق، مداخله در یمن و طیف وسیعی از فعالیت‌های مخرب. دن کوتس تصریح کرد: مقام‌های رژیم ایران بازیگرانی بد هستند و هنوز هم به این وضعیت ادامه می‌دهند. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا به حساسیت حضور نیروهای رژیم ایران در منطقه جنوب غربی سوریه اشاره کرد و گفت: چند کشور در این نقطه حضور دارند و یک حرکت اشتباه می تواند جرقه یک اتفاق را بزند. نقطه بسیار حساسی است. ما کمتر در خصوص آن حرف می زنیم. دن کوتس از روسیه خواست به همکاری در رژیم ایران در سوریه و حمایت از رژیم اسد پایان دهد. قیام مردم عراق برای دومین هفته ادامه پیدا کرد. نیروهای امنیتی عراقی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در منطقه نفتخیز بصره از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کردند. گزارشی از رویتر. در هفته گذشته وقتی محمد 22 ساله برای خدمات شهری بهتر و شغل در تظاهرات شرکت کرد، نمیدانست که ممکن است به قیمت جانش تمام شود. این فیلمی است که او گرفته است. وقتی از پشت سر مورد اصابت گاز اشکاور قرار میگیرد و دوربینش به زمین میافتد. وی تا این لحظه در کما قرار دارد. پدر یک خانواده با دو فرزند زیر 4 سال. علی با والدین و 3 خواهر خود در یک کلبه گلی زندگی میکنند. پدر خانواده: آب وجود ندارد. زمین کاشته شده وجود ندارد. شغل وجود ندارد. وی هر روز برای پیدا کردن شغل به بیرون می رود تا بتواند برای خانواده‌اش درآمدی کسب کند، ولی بیفایده است. بنابراین وی تصمیم گرفت به تظاهرات برود به امید اینکه حکومت به درخواست‌های آنها جوابی بدهد. اما وی مورد اصابت قرار گرفت. بنا به گفته فرمانده نیروهای واکنش سریع وزارت کشور، پلیس روز یکشنبه زمانی که برای متفرق کردن جمعیت 100 نفره که تلاش داشتند به سمت ساختمان حکومتی هجوم ببرند، شلیک هوایی کرد، باعث زخمی شدن 48 نفر از تظاهرکنندگان شد. از زمان آغاز تظاهرات در ابتدای ماه ژوئیه، تظاهرکنندگان به ساختمان‌های دولتی و شاخه‌های احزاب سیاسی و شبه نظامیان قدرتمند شیعی حمله کردند و حتی به فرودگاه بین‌المللی شهر مقدس نجف هم هجوم بردند. بیشتر صادرات نفت عراق از مناطق اطراف بصره استخراج می شود، اما ساکنین از کمبود برق، آب، شغل و خانه خسته شدند. با وجود وعده های نخست وزیر عراق، تا کنون تظاهرکنندگان هیچ علامتی از آرام شدن نشان ندادند.
وزیر خارجه یمن میگه شبه نظامیان حزب الله و هشت الشعبی عراقی به شبه نظامیان حوثی آموزش نظامی میدند. اون گفت که ما اسناد مختلفی رو به شورای امنیت در مورد دخالت‌های رژیم ایران ارائه کردیم. في شأن اليمني كشف وزير الخارجيه خالد اليمني عن استراتيجيه الشرعيه خالد اليمني وزير خارجه یمن استراتژی دولت قانونی یمن برای مواجهه با دستگاه‌های رژیم ولایت فقیه در عراق و لبنان را فاش ساخت. او در گفتگویی با روزنامه اشرق الوسط گفت کشورش قصد دارد در مورد صحبت‌هایی که شبه نظامیان هشت الشعبی در مورد آمادگی برای جنگ در یمن کردند با دولت عراق گفتگو کند. او همچنین گفت یمن در انتظار نامه‌ای از بیروت است که دولت لبنان پاسخ دهد چرا حزب الله در یمن علیه دولت قانونی می جنگد؟ یمانی رژیم ایران را متهم کرد هنوز برای حوثی‌ها موشک قاچاق می کند و به آنها تکنولوژی هواپیماهای بی سرنشین و مین‌های زمینی و دریایی داده است. همچنین کادرهای نظامی حزب الله به یمن رفتند تا به شبه نظامیان حوثی آموزش نظامی بدهند یا نحوه بکارگیری و مونتاژ کردن موشک‌های بالستیکی را آموزش بدهند. یمانی گفت کشورش به شورای امنیت نامه نوشته و اسنادی ارائه کرده است که رژیم ایران از حوثی‌ها حمایت نظامی می‌کند. او اضافه کرد رژیم ایران از جزیره‌های متروکه برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها استفاده می‌کند. وی از جامعه جهانی خواست تا در مقابل این گونه اعمال رژیم ایران ایستادگی کند. او تأکید کرد عناصر شبه نظامی حزب الله به دستور ایران به یمن رفتند تا در سطوح مختلف به شبه نظامیان حوثی آموزش بدهند. وزیر خارجه یمن افزود حق خود را در طرح این مسئله در اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل متحد محفوظ می‌داریم. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون نقش بی‌ثبات کننده و مخرب رژیم ایران را برای خبرنگارها تشریح کرد. بخشی از این توجیه مطبوعاتی رو که در سایت پنتاگون درج شده از نظر می‌گذرونیم. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده سنتکام: من چند بار گفتم رژیم ایران را بی‌ثبات کننده ترین عامل در سراسر منطقه به حساب می‌آوریم و تلاش‌های ما در سراسر منطقه روی افشا کردن فعالیت‌های این رژیم و کار با شرکا برای متوقف کردن و مختل کردن آنها متمرکز است. آنها بی‌ثباتی را ترویج می‌کنند. من به همه شما یادآوری می‌کنم رژیم ایران با حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی امنیت منطقه را تهدید می‌کند. خاطر نشان می کنم که رژیم ایران از حوثی ها پشتیبانی می کند که موشک های با برد افزوده به مراکز جمعیتی اصلی در عربستان سعودی شلیک می کند. آنها با این کار نه فقط شهروندان سعودی را در معرض خطر قرار می دهند، بلکه شهروندان سایر کشورها را هم تهدید می کنند. این رژیم ایران است که حوثی ها را پشتیبانی می کند، حوثی هایی که از توزیع کمک انسان دوستانه و داروهای حیاتی برای مقابله با یکی از بزرگترین شیوع ثبت شده وبا در دنیا ممانعت می کنند. فرمانده سنتکام گفت این رژیم ایران است در باب المندب که چهارمین تنگه به لحاظ بیشترین رفت و آمد در سراسر جهان است و در جنوب دریای سرخ بازرگانی جهانی و عبور از طریق آبهای بین المللی را در معرض تهدید قرار می دهد. موشک های پرهزینه دفاعی کروز برای حوثی ها تأمین می کند و به آنها آموزش می دهد. با کشتی های انفجاری و مین‌ها و قابلیت های دیگر این مسیر را تهدید می کند. من می توانم همینطور ادامه بدهم، ولی من فکر می کنم که شما منظور را گرفتید. مهندسان اروپایی در کارخانه ساخت موشک آویو در جنوب روم در حال ساختن نسل جدیدی از موشک‌های پرتابگر وگا هستند که از جنس فیبر کربونه. منظور از موشک پرتابگر، موشکی که ماهواره یا فضاپیما رو به فضا پرتاب می‌کنه. کارخانه ساخت موشک آویو یکی از معدود کارخانه‌های ساخت موشک در اروپا است.
خانواده موشک‌های پرتابگر مگا در اینجا متولد شد و نسل آینده موشک‌ها نیز همینک در اینجا ساخته می‌شوند. طراح آنها آتورا اسکاتکیا، مدیر بخش طراحی نسل جدید موشک‌های وگا موسوم به وگاسی درباره این موشک‌ها می‌گوید: در اینجا به طور خاص بدنه‌های مراحل اول و دوم و سوم پرتابگر ساخته می‌شود. این بدنه‌ها سازه‌هایی است که وزن موتورها را تحمل می‌کند. در این ساختمان کار را با مواد خام آغاز می‌کنیم. ورودی لاستیک و فیبر کربن و خروجی بدنه موشک است. بدنه آماده است برای اینکه با سوخت موشک پر شود. معمولاً بدنه موشک‌های بزرگ فضایی را با فلزاتی مثل آلومینیوم می‌سازند. اما در کارخانه آویو بدنه موشک وگا با فیبر کربن ساخته می‌شود. ساخت بدنه با روش سیم‌پیچی منحصر به فردی انجام می‌گیرد که حق اختراع آن برای این کارخانه به ثبت رسیده است. هدف استفاده حداکثر از مواد اولیه است. همونطور که مدیر بخش طراحی نسل جدید موشک‌های وگا می‌گوید، پارامتر اصلی در این طراحی وزن است. برای اینکه موشک به مدار زمین برسد، باید توان فراوان داشته باشد، اما باید تا آنجا که ممکن است سبک‌تر باشد. موشک وگا سریع است، اما پروسه ساخت آن به زمان و دقت زیادی نیاز دارد. ساخت آن یک سال طول می کشد. اولین گام در ساخت آن به کار بردن قالبی عظیم است که ماندرل نام دارد. مدیر بخش تولید کارخانه موشکسازی آویو می گوید درجه حرارت موتور موشک طی پرواز به بیش از 3000 درجه سانتیگراد می رسد. برای حفاظت کل ساختار از این حرارت بالا، این عایق حرارتی را به کار می بریم که از جنس کائوچو بسیار نازک است و اولین چیزی است که روی ماندرل قرار می گیرد. از سال 2012 میلادی تا کنون 11 موشک وگا به فضا پرتاب شده است. و حالا با خبری از شایعات مربوط به کشف جسد اسکندر مقدونی در مصر برنامه 20 دقیقه رو ادامه میدیم. باستانشناسان مصری اعلام کردند که تابوت کشف شده در بندر اسکندریه متعلق به اسکندر مقدونی فرمانروای دوران باستان نیست. در ابتدا با کشف این تابوت این امیدواری پدید آمده بود که درون آن جسد اسکندر مقدونی قرار دارد. با این حال باستانشناسان درون این تابوت تنها بقایای مومیایی شده یک خانواده 3 نفره را یافتند. کارگران ماه جاری میلادی هنگام ساخت یک بنای مسکونی در اسکندریه به طور اتفاقی این تابوت را که قدمت آن حدود 2000 سال تخمین زده شده است کشف کرده بودند. کشف این تابوت که 30 تن وزن داشت به فرضیه ها در مورد اینکه اسکندر مقدونی پادشاه دوران باستان در شهر اسکندریه دفن شده است دامن زد. شهر اسکندریه 331 سال پیش از میلاد مسیح توسط اسکندر مقدونی بنا شد. دولت مصر پیش از این احتمال کشف جسد اسکندر مقدونی در تابوت یافت شده را رد کرده بود. بنا به اعلام مقامات مصر، اجساد کشف شده به دلیل نشت آب فاضلاب یکی از ساختمان‌های اطراف به درون این تابوت تجزیه شده بودند. محل دفن اسکندر مقدونی که 323 سال پیش از میلاد مسیح در بابل درگذشت همچنان به صورت یک راز باقی مانده است. خبرگزاری رویتر: دولت ترامپ تهاجمی را از طریق سخنرانی‌ها و ارتباطات اینترنتی برای فشار به رژیم ایران شروع کرده است. این کارزار که با حمایت مایک پومپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا شروع شده است، به معنای اقدامی هماهنگ برای خفه کردن رژیم ایران با اعمال مجدد تحریم‌های سخت است.